یه جوونی از اون بالا افتاده، خودش انداخته واسه اینکه اسمش بیفته سر زبونا. الله اعلم. شما که هرچی تهمت ناروا بود به این بچه بدبخت چسبوندی. من اونو نمیشناسم. بلند شدن چهار تا جوون دور هم جمع شدن و کمپین رو انداختن واسه من. بذار روش بهت بگم، من تو امثال تو رو مسئول این قضایی رو میدونم. امروز بابا اون بحثم شد. سر چی؟ شبیه حرفای قدیمش نیست. شلوغش نکن آرمان جان. من شب متاها رو میارم میذارم لای درز همین دیوار. دمت گرم، آزاد شدم. دستور انتقالت اومده. انتقال به کجا؟ به یه زندانی دیگه. یکی از زندانی حالش بد شده، به نظر میرسه تموم کرده. که هرمزه، ببریمش. این آقایی که گفتم افشین رو شناخته دیشب، صبح پاشدیم ظاهرن سنگکوب کرده. حالا شما به دلیل خستگی یا مثلا بیماری یه چند وقتی دانشگاه تشریف نیارین تا فضای ملتهب دانشگاه یه خود تعدیل بشه و انشالله رأی اعتماد پدر در مجلس معلوم بشه. شما میتونی راحت اون موقع برگردین سر کارت. آقای دکتر ببخشید، من سر کلاس هر حرفی میزنم در چارچوب درس بچه‌ها و علوم اجتماعیه. آقای دکتر، مسئول این بدبختی شما هستید. خانم فاطمه، این که دست من نیست که. ما میدونیم شما سرگرم کارهای پدرتون هستین که میخواد وزیر بشه، ولی این تصمیم که گرفته شده برای سلامتی عماده. حال عمادم خوبه، نگران نباشید. کجا همین حالش بده؟ آها، اینجاست، نگاه کنیم داره مایه دستشویی میخوره. مال بولش. یه روز توی میدون سینه سپر کردیم و سارمان خواهیمون. میخواییم اسم صادف شاگری کنیم، میخواییم تو این جبه خط نگهداری کنیم. همون خط 57 پیر خمینه، دادستان در مهداد کانال کمینه. پشت سنگر عدالت کف خیابون نشستیم، تک تک کلمات رو از درد مردم نمیدیم. جنگ عدالت و فساده، بی طرفی ننگه. تو این جنگم تا دلت بخواد بر چسب و انگه. یکی میگه وطن فروش، یکی ضد انقلاب. راه و با سختیش کردیم تو این قصه انتخاب. نمیذاریم رانتش پای مکتب نوشته شه، یه جا باس دستش از بیت المال قد بشه. واسه دزدا تو قطار انقلاب جای نیست. شومن بازی هیچ و خارمان خواهی نیست. نفاقش کشتی و سوراخ کرد و بگه نشست. اولاد ناخلف توی حرمت پدر شکر. منشأ فتنه است و دلباخته غربه. نسخه غربی درمان خود دربه. وقتی غرب فساده سیاه ذات و نیتش، قصه معلومه وقت دو ملیت تابعیتش. اون بر آب واسه دزدا آغوش بازه، شیطان هر روز یه دام تازه میسازه. یه روز به شکل یک نفوذی خود فروخته که یه عمر چشم به جیب مردم دوخته. مهم نیست چی نشون میده، مهم واقعیته. بس سیانمایی، بس قابلیته. وقتی دکتراش جلیه، نم کشیده بی سواده. وقتی پای حکمش نوشتن آقازاده. با منافق برقش فقط توی ظاهره. هدف اونا جون مردمه، هدف این باوره. وضای بی اعتمادی رو تو کشور رقم زده. به اسم تخصص تو خون شهدا قدم زده. این دنیا رو درد ما ششات و بد. این دنیا با شهدا منتظر است. آخر زمان وقت غربال خواسته. حریت با نقطه است نباشه حواسته. پرچم انقلاب میرسه به دست صاحبش. بالاخره بلند میشه بانگ انالقائمش. بالاخره بلند میشه بانگ انالقائمش.
آقای دکتر، من خدمت رسیدم اول بابت عذرخواهی. مثل اینکه یه سوء تفاهمی پیش اومده بوده، گویا بچه‌های ما یه مزاحمت کوچیکی برای شما ایجاد کرده بودن که من شخصا عذرخواهی میکنم. مسئله دوم که خیلی مسئله مهمتری هم هست اینه که شما ملاحظه بفرمایید. بگذارو یه ملاحظه بفرمایید. میشه خصوصی صحبت کنم؟ آقای شیرانی مشاور من هستن و محرمن. بفرمایید. خود دانید. آقای دکتر، به نظر شما این عکس چقدر میارزه؟ شما بگید چقدر میارزه. اگه طرفاتون آدم های ظاهر بینی باشن، با دیدن اون لیوان های خالی و بطری های زهرماری و اون خانم های بیهجاب یه قیمت داره، اما اگه طرفاتون آدم های دقیق‌تر و عمیق‌تری باشن و اون آدم های دوره میز رو که همشون از ابر بدهکار های بانکی هن و فراری هن و با سرویس های جاسوسی همکاری میکنن بشناسه، خب یه قیمت دیگه ای داره. ببین جوان، من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. بگو کارت کجا گیره، چقدر میخوای؟ من کار دارم. ببخشید، من این تلفن باید جواب بدم. نظرت میخوام. سلام آقا. ببخشید، خبر میخواستم بدم. حقیقتش امینو زدن. کسی از اونا زخمی یا دستگیر نشده؟ یکی از اونا هم کشته شد. دوتا هم زخمی داریم. خب دوربینای محل رو چک کنی، مخصوصا دوربینای ورودی و خروجی و داخل تونل رو. چشم، بروی چشم. خدا نگهدار. فعلا خداحافظ. عذر میخوام. ببینم اینا هم که بعضی وقتا دارن ما رو تعقیب میکنن، بچه های شما؟ نه تنها شما، بلکه هر مسئولی که احساس کنیم خطر تهدیدش میکنه. حالا دوره‌ای یا موردی براشون عملیات تعقیب میذاریم. اگر هم اتفاق خاصی بیفته، مزاحمتی ایجاد بشه، عذرخواهی میکنیم. عملیات تعقیب میذاریم که از این عکس ها بگیریم. آره، ما از چیزی که هست عکس میگیریم. چیزای واقعی برای ما مهمه. این حواشی به درد ژورنالیستا میخوره، خوراک خوبیه برای اونا. حالا خوبه حداقل حرفشو میزنی گرچه عمل نمیکنی. سلام، من به عنوان یک دکتر میخوام راه های موفقیتمو برای شما بازگو بکنم. زایات خریداره، روی کنه هرچه داری برمدارم، فالم میگیرم، به دلار دولتی میخرم، به دلار آزاد مفروشم، فال میگیرم، پول دارشم. نمونه بارز کسی که نتونسته درس بخونه و به اینجا رسید. کی میگم من درس من خودم دو تا ارشد دارم. دو تا ارشد؟ بله. با همین قیافه؟ قیافه من چه شه؟ قیافه خود چبی تراکنش ناموفق ممانه. میدونم که شما از راه رانت و پول و پارتی به اینجا رسیدی. ما مثل همه دانشجوها دود چرا خوردیم، بیدار خوابی کشیم، زحمت کشیم. اگه راست میگی بگو از کدوم دانشگاه مدرک گرفتی؟ از همین دانشگاه. از همین دانشگاه؟ بله. تو هم مثل همه دانشجوها صبح جمعه فهمیدم که دی دانشگاه قبول نشدم. آخه همه چی رو سپرده بودم به بابام، گفته بودم به منم نگیم، برین خودتان ثبت نام کنین، قبول شدم بعد به مخبر. اینا همه هم کلاسیا، من هم کلاسیا. اگه راست میگون رشته دیگه چی بود؟ برو ارشد از کف بازار گرفتم، متخصص
تشخیص ضایعات دارم، یعنی ضایعات ازم دور تشخیص میده. آقا این چه شغلی شما داری؟ یه شغل درست حسابی پیدا کن. ضایعات تو پالگیری چیه دیگه؟ فکر کنم که من اصلا شک دارم شما با ضابطه مدرک گرفتید. خیلی از این رفیقام و همکلاسیام هستن که با مدرک بالا یا راننده تاکسی میشن یا ضایعاتی میشن یا کوله بر میشن، البته اگه از سرمایه اخ نزنه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش بله. ما الان بهت میگم. شاعر میگه که سری زدم به دانشگاه، دانشجوها همه غمگین، میگه چرا تا ما هستیم پی بیگانه میگردین، آهای مسئول مربوطه بیا با غربی یا کات کن، یه بارم تو همه عمرت به خودی یا اعتماد کن. جواب داد ای بابا بس دیگه، من بلد نیستم مثل تو. الان تو خودت مدرک چیه؟ من دکترم دیگه. دکتر بیشتر مخورم مفخور بشی. مرد حسابی، من مدرکمو تو اروپا گرفتم. از کدوم پا گرفتی؟ آقا خارج از کشور. آه بده نیست، خارجی ها 70 سال بیشتر از ایرانی ها عمر کنن. واقعا؟ نه اسکولت گردم. بله من اونجایی که تو این عکس ها هستش من اونجا بودم. به اتفاق چند نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رفته بودن ترکیه. یه در ایرانی های مقیم ترکیه هم که سرمایه خوبی دارن باشون صحبت میکردیم که بیان سرمایهشون اونجا به کار بمیزن، یه ده برن سر کار. ما که فقط نماینده داخل کشور که نیستیم، اون ایرانی هم حق دارن. این عکس مال اونجاست. بله خب اونی که خبر دارم. بچه های ما عکس اصلی رو بازسازی کردن. شما حتی خودتون هم تشخیص ندادین که عکسایی که دیدین قبلا ساختگی و فتوشاپه. خب حل دیگه، خودتون هم میگین فتوشاپه. ببین 2 دقیقه با هم حرف زدیم، 60% مسئله حل شد. قول بدیدم 1 ساعت دیگه با هم صحبت کنیم، کل قضیه منتفیه. بله خب این قضیه بین من و شما با 2 دقیقه 60% حل شد، اما اگه این عکس منتشر بشه هزاران ساعت مصاحبه و گفتگو نمیتونه موضوع رو کامل حل کنه. ببینید آقای داوری، آقای داوری، آقای داوری، به نظر شما دیگه اینجور کارا کهنه و نخنما نشده؟ دیگه دوره اینجور عکسای زهرمارخوری و پرستوبازی نگذشته؟ از وقتی اسم آقای دکتر برای وزارت مطرح شده همش داره انگ و تهمت میباره. بله ما خودمون به این مسئله واقفیم، برای همین خدمت رسیدم بهتون بگم که ما اصلا دوست نداریم مسئولینمون توی تور و تله های سرویس های خارجی بیافتن. چه تله؟ فرض کردم خدمتون که اگه این عکس تو فضای مجازی منتشر بشه دیگه مجاب کردن مردم به این که این عکس ساختگی خیلی کار سختیه. منظورتون رو درست درک نمی کنم. ببینید آقای دکتر، شما به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شدید. خب اگر رأی اعتماد بیارید به عنوان وزیر معرفی میشید. خب یعنی یکی از مقامات عالی رتبه کشور. خب که چی؟ خب دشمن میتونه با این عکس ها یا خیلی چیزا که تو دستش و ما ازش خبر نداریم خیلی کارا بکنه. حداقلش اینه که میتونن شما رو مجبور به همکاری کنن. شما اصلا متوجه میشین چی دارین میگی؟ دشمن غلط میکنه که با این عکس‌ها بخواد منو مجبور به همکاری کنه. فقط این عکس‌ها نیست، موضوعات دیگه هم مطرحه. مثلا سقوط عماد فاتحی. سقوط عماد فاتحی چه ربطی به من داره؟ پسر منم چه غلط کرد و دادون بالا افتاد دو پایی؟ اگه بگم به شما ربط داره قبول میکنی؟ نه تو همه چیزو میخوای آسمون ریسون رو ببافی، من این وسط میخوای متهم کنی امروز؟ ببین آقای دکتر، ما فکر میکنیم تو این ماجرا پای سرویس‌های جاسوسی خارجی در میونه. اگر شما همکاری نکنین ممکنه خدایی نکرده ناخواسته شریک جرم محسوب بشین. این حرفای شما بیشتر شبیه تهدید تا دلسوزی. تو اصلا میگی که حالیت نمیشه با کی داری حرف میزنی؟ نه بفرما بیرون، بفرما بیرون، بفرما. متشکرم آقای دکتر. من رفیق چندین و چند ساله ابوذرم. بدبخت ابوذر. آبروی شما آبروی ابوذره. آبروی ابوذرم آبروی گفتمان عدالت خواهیه. با توجه به همه این چیزایی که بهتون گفتم خواهش میکنم روی من به عنوان یه دوست و مشاور حساب کن. من تلفنمو براتون میذارم، اگر کمک خواستین و فکر کردین از دست من برمیاد با من تماس بگیرید.
متشکرم. بفرمایید. با اجازه. بعد که نماینده شدم با تلاش و کوشش برسم به وزارت. البته باید بگم که دیگه نیازی نیست تلاش و کوشش کنی. چرا؟ چون هر چی بیشتر سوتی بدی و هر چی ناکارآمد بشی تو مجلس بخوابی زودتر وزیر میشی. البته باید بگم که یک سلفی با مگرینی هم برای لای پروندت لازمه. حالا دلم برو بیرون مرسی بدون مجوز اومدی بالا. برو پایین. مجوز مگه برای چیزا به ما مجوز میدن؟ پس برای چی مجوز میدن؟ برای دزدی از جیب مردم. اصلا شما مؤسسه مالی اعتباری مزنه طرف به نام اهل بیت جیب مردم خالی میکنه بعد نگاه میکنیم اینی صاحبش ابن ملجم و مرادیه. برو پایین آقا، برو پایین. واسه تا اینجا آمدم لااقل فالته که بگیرم دیگه. تو فال میگیری؟ بله. اگه راست میگی بگو من در آینده چیکاره میشم؟ دوز. تو مگه فال منو خوندی؟ فالتو نخوندی ولی فکرت که خوندم که چقدر کسیفه. بیا ببین من چیکاره میشم. آره. اوه چه آینده درخشانی داری، چه جاها. ولش کن، پولدار میشم یا نه؟ پول دوست داری؟ بله. اینا عاشق پول و پستن ها، این چیزا تو خونه شاید. آقا بخون بهت میگم. اوه همه چی داری، چه رفیقای خوبه داری، هر چی بخوای بهت میدن، خانه به نامت میکنن، ماشین بهت میدن، کارخونه. آقا وایس 8 میلیارد هم بخوام بهت میدن. 8 میلیارد وایس این دیالوگ تموم بشه. تو ده کار بزرگتر از دخالت نکن. 8 میلیارد که چیزی، 800 میلیارد هم که بخه بهت میدن، اصلا کل لواسونه بخه به نامت بکنن. کل لواسان؟ کل لواسان البته به جز ویلای دختر مظلوم خاله. پس من برم به خانوادم بگم دیگه. آبا صبر کن، کجا میری؟ قبلش باید یک معاونت بگیری. کجا میری تو؟ خواستم بگم که اگر نکته ای، حرفی، مسئله ای نمونده همین فیلم رو ادیت کنیم بفرستیم بره فضای مجازی. موافقی؟ شما موافقی؟ بله. خب دوستان، زمان زیادی تا جلسه رأی اعتماد مجلس باقی نمونده. خود من به خاطر استاد مدخالچی مخالف انتشار اسنادی هستم که عماد علیه پدر ایشون به دست آوردن، اما الان هر چی که جمع تصمیم بگیره همون کار رو انجام میدیم. با این که من برداشتم از صحبتهای خود استاد این بود که ایشون هیچ معنی ندارن. من در هر شرایطی موافق اقدام هستم، اما با این اسناد و مدارکی که معلوم نیست کدومش فیکه کدومش حقیقیه، به نظر من دستمون خالیه. البته من خودم با آقای مادی ایراد دارم، نباید دسترسی ما رو به اسناد و مدارک محدود میکه. او هم تو همچین موضوعی به این مهمی که پای منافع مردم و کشور در میونه. آقای سلیمی، من که خدمت شما عرض کردم، بهتون گفتم آقای فاتحی به قطعیت نرسیده بودن. ایشون تصور میکردن که نکنه به خاطر اینکه آقای شهاب مدخالچی پدر استاد مدخالچی هستن، مخالفان ایشون بر علیه ایشون اسناد و مدارک جور کرده باشن. و خب این مسئله خیلی بزرگیه. خود من که از همه شما به ایشون نزدیکترم، از جزئیات این اسناد و مدارک خبر نداشتم و ندارم. آخه نیاز به سند و مدرک نیست. ببینید شما، تو دوره ایشون چند تا پرونده تحقیق و تفحص تو مجلس رفت رو هوا، بعدش هم رابطه دکتر مدخالچی رو با این پرونده ها همه روزنامه ها منتشر کردن و چرا کسی تکذیب نکرد؟ خون سرد باشید آقای دکتر، یه قلوب آب بخورید. لا اله الا الله، من اصلا قصد دخالت ندارم. آقای دکتر شما دارید وزیر میشید، اینا هم میگردن لابلوی زندگی خصوصی شما تحقیق و تفحص میکنن، کسی که چیزی پیدا کنن، هیچی هم پیدا نمیکنن، لجشون گرفته. همین الان اگر شما وارد بازار بشید، تو شرکت خصوصی میلیارد میلیارد پول در بیارید، من نمیدونم اصلا دیگه چه انگیزه واسه مدیر باقی میمونه با این شرایط مسئولیت قبول کنه. من میگم همین الان من یه بار دیگه نهادو میگیرم، شما بگید آقا چرا پشتیبانی نمی کنید ما رو، همینجور میفرستید من رو وسط میدون، تکلیفم روشن کنید، خلاص.
سلامون علیکم و رحمت الله دکتر. خیلی متشکر. حال شما چطوره؟ خدا رو شکر الحمدلله. راستش پیرو همون جریان قبلی دیگه، دوباره اومدن اعصاب آقای دکتر رو به هم ریختن. اجازه میدید چند جمله با شما صحبت بکنم؟ خواهش میکنم گوشی خدمتتون. سلام دکتر جان. آره عزیز جان، آره قربونت برم. اینجور برخوردا تمام تمرکز آدمو میریزه به هم. من نمیفهمم آقا جان، اگر اصل بر براعت دیگه این بازی ها چیه؟ طرف برداشته چند تا عکس تقلبی که خودش هم قبول داره تقلبیه آورده داریم که با ما همکاری کنیم. بابا من تو این وضعیت تحریم بونشتم رفتم خارج، چهار تا سرمایه گذار ایرانی رو پیدا کنم بیارم اینجا، چهار تا کارخونه رو بندازن، چهار تا جوون برن سر کار، نون بره سر سفره مردم، و یه عده بلندشن آسمو ریسون دارم میبافم به هم که چی مثلا مش بندره بگیرم. بابا این وسط دودش به چشم کی میره؟ به چشم مردم. بابا به خدا این مردم گناه دارن. مگه نهادهای امنیتی نباید با دولت هماهنگ باشن؟ بابا من ترسم اینه که فردا این اکتا رو تو مجلس پخش کنن. خدا حافظ. به نظرم کار خداست بذاریم عکسای قلابی پخش بشن، به نفع شماست. چی داری میگه شیرانی؟ بابا زن و بچه من زنم که دیگه اله سیاست بازی ها نیستش که. تا من بیام ثابت کنم که این چیزا تقلبی بوده، هم زن و زندگی من همه چیزی من عدد دادم، آبروم هم رفته، تازه مجلس هم به ام رأی اعتماد نمیده. بالاخره معلوم میشه که عکسا قلابی هم دیگه. اون وقت شما تو موضع مظلومیت قرار میگیری، اون وقت حرف راستشون هم کسی قبول نمی کن. مطلق داری میگی؟ نه دکتر، جدی گفتم. ولی بخوایم نخوایم همین وریا هم رسانه‌های اون بر موضوع رو دست میگیرن، آخرم ما متهم میشیم که احساسی عمل کردیم از اینجور حرفا. کل دانشگاه هم دارن به ما تیکه میندازن، میگن استاد استادی که میگفتین این بود، این چه باید بره لابی بابای خودش رو جمع کنه که. راست میگن بچه ها، همین الانش هم ما داریم تو دانشگاه از این بر اون بر ضایع میشیم. استاد متخالچی هم که نه حرفی میزنه و نه تکذیب میکنه، جدیدن هم که زمزمه ریاستشون شنیده شده اوضاع خیلی بدتر شده. دوستان خواهش میکنم شنیده ها رو نشنیده بگیرید، ما که نمیتونیم بر اساس فرض و گمان دیگران تصمیم گیری کنیم. خانم شریفی ببخشید من دارم از آقای فاتحی مثال میزنم، ولی وقتی هیچ نهاد و سازمانی در مورد عملکرد ایشون اظهار نظر نکردن، خب خیلی طبیعیه که بازار شایعه داغ بشه. اظهار نظر چه خانم؟ اصلا نمیذارم بریم ببینیمش حتی. هر زمانی که حال ایشون مساعدتر شد قول میدم بهتون که همگی با هم به اتفاق میریم ملاقات آقای فاتحی. در ضمن نهادهای مربوطه و مسئول باید کارشون رو به اتمام برسونن، بعد ما انتظار اظهار نظر ازشون داشته باشیم. اونا که نمیتونن مسئولیت خودشون رو زیر پا بذارن به خاطر حرف مردم. ما هم در مورد کمپین دادستان نباید یه همچین کاری رو بکنیم. میگم و سر کار نباشیم، اینا واسه خودشون پشت پرده یه چیزی بافته باشن و کتک خورده ماجرا بشیم. درسته، همه ما استاد متقالچی رو باور داریم و به ایشون ایمان داریم، اما مسئله عدالت اجتماعی قائم به فرد نیست. نه خیر، به این میگن عبور از آدما. عزیز من معتقدم اگر ما مخالفتمون رو در انتساب پدر ایشون به وزارت اعلام بکنیم، خود استاد متقالچی پشت ما در میاد. آقا من دیگه واقعا موندم، نمیدونم چه جوری با این دست خالی میخوایم بریم به جنگ. آقا اگه اول انقلاب همه تفکر و باور شما رو داشتن، خب الان از ایران یک ایرانستان بیشتر نمونده بود که. خب راست میگه، روز رأی اعتماد بریم تو مجلس یا بیرون مجلس جمع بشیم چی بگیم که قانع کننده باشه؟ همچین دستمون هم خالی نیست. خدا رو چه نشا تا اون موقع اعتماد به هوش اومد و اسد مدارکو بهمون رسون. من نظرم اینه که ما باید اقدام کنیم. این توی رسانه ها پشت ما در میان و هر چی از دکتر متقالچی داشته باشن رو میکنه. خب دوستان اگر موافق باشید رای گیری رو آغاز کنیم. بله. هر چی که جمع تصمیم بگیره همون کار رو انجام میدیم. هر کی که موافقه دستشو ببره بالا. سلام جانم. سلام آقا امین.
پاتو از خونه بیرون گذاشتی خواهرم زنگ زد. لابد با سراغ صادق میگیره. آره دیگه. یه جوری پشت تلفن اشت میگه که دلم براش کباب شد. دیروزم به من زنگ زد. واقعا نمیشه یه کاری بکنی باهاش حرف بزنه؟ مگه اتفاقی افتاده؟ خیر باشه. خیر که چه عرض کنم. راستش آزمایشش رو گرفته. بیمارش دوباره اوت کرده. عجب. دکتر گفته ظرف هم یکی دو روز بعد عمل کنه. و اینا هم برای خودش خطرناکه هم برای بچه. به خاطر همین میخواد با صادق حرف بزنه. یه کاری کن امروز حتما بهش زنگ بزنه باشه. تلفنی که بعید میدونم ولی بذار ببینم چیکار میتونم. یه کاریش بکن آقا حمید. باشه فعلا خدا. خدافظ. آقا سلامت کو پسر جون. همین یه ساعت پیش سلام کردم. کار ما پرخطره. سلام سلامتی بود. درست. خب چی شد؟ آقا اون ماشین و موتورایی که به آمبولانس همین حمله کرده بودن همشون سرقتی بودن. تصاویر دوربینای داخل تونل هم همش بررسی شد. موتورشون حد فاصله دو تا دوربین ماشین رو متوقف کردن اصلا قابل شناسایی نیستن. فقط یه تصویر مهدی از راننده داریم که اونم فرستادیم تشخیص هویت. ولی من موندم اصلا چه دلیلی داشته اینا همینا حذف کنن؟ خب با خودشون میبردن. تو قاموس اینا گاو پیشینی سفید یا مهره سوخته که باشی هست. فقط من موندم اینا کجا فهمیدن ما داریم امینو منتقل میکنیم بیمارستان که بیان حذفش کنن؟ شاید قرارشون این بود. چه قراری؟ با کی؟ با خودشون یه کاری بکنن که این حالش بد بشه صبح منتقلش کنن بیمارستان تو را بزننش. شاید هم اطلاعات از خودمون درس کرده. های خبر جالب با بررسی که با بچه های حفاظت قوه کردیم دستور انتقال افشین به زندان دیگر رو قاضی صادقی داده. آها پس اون کیف رشوش بوده میخواسته این کارو بکنه که دستور انتقال رو بده. وای 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 پس قتل اون زندانی هم 100% کار افشین بوده. اوه اوه اینو تا کجا نفوذ کرده؟ سلام علیکم. بفرمایید. استاد ببخشید. گویا علیه شما و پدرتون توی فضای مجازی یه سری خبرسازی‌ها شده. اینجا هم دارن بچه‌ها بهش دامن می‌زنن. خب بگیم ببینم این خبرها چیه که منم در جریان باشم. میگم بیچاره آقای فاتحی الان به خاطر پدر شما تو بیمارستانه. به خاطر پدر من؟ بله. خب کی گفته و چرا؟ چون هیچ گزارشی از علت سقوطش اعلام نشده این حرفا میزنن. عجب. بله. چون هیچ گزارشی اعلام نشده معنیش اینه که پدر من این کاری کرده. ممکنه که باشه. جالبه. الان دعوا سر اینه؟ فقط این نیست استاد. متاسفانه یه سری کاسه داغ‌تر از آش شدن. اون بیچاره که اسمشو میبرید عماد همسر منه. شماهایی که سنگ عمادو به سینه میزنید، شماهایی که بین دانشجو دارید اختلاف ایجاد میکنید، کاش حداقل در مورد عماد اینو بدونید. اون هیچ وقت قصاص قبل از جنایت نمیکرد. ماشاءالله شما همتون قاضی شدید، حکم صادر میکنید، اجرا هم میکنید. آفرین. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزا. خانم شریفی استاد ببخشید، توی رسانه‌ها در مورد پدر شما چیزایی رو میگن که با شعارهایی که شما ازشون توی کلاس دم میزنید و سنگشو به سینه میزنید مغایرت داره. حالا ما کدومو باور کنیم؟ شعارها دنب خروس رو یا قسم حضرت عباس رو؟ ببخشید این اتهامات علیه پدر ایشونه، چه ربطی به خودشون داره؟ همیشه آقازاده‌ها رو که میگیرن اسم باباهاشون به وسط میاد. چجوریه که الان اسم پدرتون به میون اومده؟ نباید از پسرش اسمی بیاریم. نمیشه که استاد تئوریستن عدالت‌خواهی باشه ولی پدرشون بند آب داده باشه. با دستمال کثیف نمیشه شیشه رو پاک کرد استاد. میشه؟ من که دیگه هیچی رو قبول ندارم. پدرم همیشه میگه گول این شعارا و واژهای قشنگ عالم سیاست رو نخورید. اینا واسه مردم و کاربرد تبلیغاتی داره. اونایی که بیشتر از همه ازش دم میزنن بهش اعتقادی ندارن. ببخشید استاد. شاید خیلی یادشون نمیاد. ولی یه روزی تشکلای دانشجویی در زمان محاکمه یکی از شهردارای سابق ستاد حمایت تشکیل میدادن. البته الان همه شون عدالت خواه شدن.
اگه همون موقع تشکلای دانشجویی خودشونو هزینه تفکر سرمایه‌داری نمی‌کردن و برای دفاع از اونها حمایت نمی‌کردن و تلاش نمی‌کردن، الان عماد هم دانشگاهی شما روی تخت بیمارستان نخوابیده بود. سلام آقای. الان داشتم با حفاظت قوه راجع به قاضیشون حرف می‌زدم. گفتم شاید لازم بشه ببینیمش. به نظرتون بهتر نیست در حد همین تعقیب مراقبت باشه فعلا؟ یه وقتی دیگه باهاش قرار گذاشتن و قاضی میشه تومه ما. آره، ولی به شرط اینکه یه دفعه یه شبه سر از اون ور آب در نیاره. پس با این تفاصیل ما الان فقط افشینو داریم. همین که حذف شده، بازی بزرگان که رو حواس، شیرین فتوحی هم که غیبش زده. اگه افشین اینا رو بفهمه یا خودش رو حذف میکنه یا حذفش میکنه. ولی بعید نیست. بهتره این که بذارین از قفس بیاد بیرون ببینیم سر کدوم شاخه و سر شاخه میخواد بشینه. یعنی آزادش کنیم؟ نه، برای بازجویی بیارینش اینجا. بخشی از این اطلاعات هم بهش بگین که بفهمه کاملا دستش رو شده. اون وقت میبینه که راهی جز فرار نداره. بعد برای فرارش هم یه بازی با صادق براش را بندازیم. ریسکش خیلی بالاست، ولی مثل این که تنها چارمون همینه. از همین حالا کار رو طراحی کنه. بله، چشم. سریع افشین و صادق از زندان بیاریم اینجا. ببخشیدون. الو؟ الو، آقای کریمی؟ بله، خودم هستم. من سهراب خواجوی هم قربان. دیروز تشریف آوردین در منزل ما. بله، خدمتتونم. ها، خوبی شما؟ تشریف آوردی تهران؟ بله بله، اومدم. من تا زور گاراژ اندازه داشت. دوست داشتین تشریف بیارین، همینجا خدمت شما هستم. آدرس محبت میکنی؟ بله، یادداشت بفرمایید. شوش، میدان شوش. بله، گاراژ شب رو. باشه باشه. معلوم میام پیشت. خدا هست جنگی، برو و برگره فهم، برو تیمت آماده کن. شش به جنب، شش به جنب. بچه ها خیلی متاسفم. موفق شدن، موفق شدن بین ما فاصله بندازن. موفق شدن. خوب گوش کنین چی بهتون میگم، قبلا هم بهتون گفتم. اگر در مورد این شایعات مدرک قابل اثباتی وجود داشته باشه، به ولای علی، به شرافتم قسم میخورم که من کنار شما هستم. ولی اگه دارین بیدلیل و فقط از روی شایعات قضاوت میکنین، بترسین. از بی‌آبرو کردن مؤمن بترسیم، از تهمت زدن به مردم بترسیم. تهمت زدن به مؤمن از آسمان خدا بزرگتر از این کلام امیرالمومنینه. شأن شما و شأن دانشجو نیست که دنبال مصادیق بریم. حالا که نوبت ما و آشناهامون و اطرافیانمون رسید، دنبال مصادیق نریم، درسته؟ نه 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 نه. چرا؟ من نهی و نفی نمی‌کنم. تک تک شما مختارین که هر روشی که دوست دارین انتخاب کنین، اما اصولش اینیه که من به شما میگم شأن و جایگاه دانشجو اینه که در اتاق فکر باشه، نه وسط بازی سیاست بزرگان. شأن دانشجو، شأن خودتون و تشکلهای دانشجویی رو با این چیزا پایین نیارین. در ذهن آقازاده قبلا کلمه محترمی بود، اگه الان نامحترمه به خاطر آقازاده هایی که از رانت استفاده کردن، پولی به جیب زدن و رفتن، نه من. من مثل شما درس خوندم، کنکور دادم و استاد دانشگاه شدم. از مال دنیا تنها یک نام استادی دارم که امروز اول دانشگاه از من گرفت و حالا شما از من دریغ میکنین. عیب نداره اگه حرف منو باور دارین، اگه به حرف من ایمان دارین. اونایی که باور دارن، اونایی که ایمان دارن، سر کلاس بشینن تا درس رو شروع کنیم. اونایی که باور ندارن، یا الله، اینجا دفتر و منبر به وفور هست. خسته نباشید. بفرمایید. بفرمایید.
سلام. سلام علیکم. آقا سهراب جونم بفرمایید. شما تلفنی با هم صحبت کردید؟ آها خوب ایشالله. جونم در خدمت هم. بفرم اونجا بشینیم به چایی با هم بزنیم گپ کنیم. راحت اومدیم؟ راحت پیدا کردیم. خب خدا رو شکر ما در خدمت شما ایم. بفرمایید ما از کجا بگیم، از کجا شروع کنیم، چی میخواییم نمید دوستای ما بدونیم؟ از اولش بگو، از ایران که راه افتادی. والا حقیقتش ما تا حالا اروپا نرفته بودیم، البته همین ترکیه و ارمنستان و آذربایجان و گرجستان هم کشوری دوبرمون رفته بودیم، منتها اروپا نرفته بودیم. بفشین؟ آره آقا، من سه سالی براش کار میکردم تا اینکه بار خورد برای فرانسه. بارتون چی بود؟ کشبار. ببینم تو این سه سال غیر از اینکه بار میبردی جای دیگه هم میرفتی؟ مثل پاتوق ایرانی ها، دور همی ها یا جای دیگه؟ نه آقا این حرفا کدومه؟ اصلا استان ما گفته بود تا پاتو از مملکت گذاشتی بیرون چه با ایرانی طرف شدی چه با غیر ایرانی اصلا فرقی نمیکنه. فقط سلام و بس سلام. خودش هم اینجوری بود؟ آره آقا، استان هر چی میگفت خودش قبل از همه بهش عمل میشه. آخریشم بره که بریم. هفشی خواهیه داره بیا. بله. آقا یادتی یه قولی ما دادی؟ چه قولی؟ میشه دیگه آقا، ما رسیدیم فرانسه بوستان گفتیم بوستا میشه برو کم کنی بچه محلو هم که شده ما بریم با بوزید که یه اکسی بگیدیم. هایی بابا حالا بذار خواهیم بابا خیلی حرف میزن بابا میریم چشم خدایی. آره میریم خیلی آقایی. دوستا کلن نرا و عصبی بود ولی منتها گفتش باشه خب نداره. ما رسیده نرسیده بارو خالی کردیم. دوستا با اینکه خسته بود گفت بریم. ما هم همونجا کلمون زیر شیراخ شستیم که با سپرخایی ها تنمون کردیم و رفتیم دربستی گرفتیم رفتیم برج ایفل. حالشه ببریم اینم برج ایفل. ببر بگو ایفل بودم. بله عکس من از شما بگیرم. آقا بدون اینک تمام بزنیم عکس میگیرم. عجب بیا اینم بگیرم اینم اینم بزن. وای آقا چه باحال اینو چه لباسه بله ای مشیر هم داری مشیر آقا این نکن آقا بالشتون هم یه اکس همون میرفتیم یه خود یه سری آدم جمع شدن اونجا همجوری دارن شعار میدن. اصلا این مخالف های شما بودن ها. خالف ما؟ آره نه مخالف شما نه این مخالف های مملکت تو از این حرف ها دیگه جمع شدن اینجا جمع میکردن این شعار میدن و چه عکسی بشه اینجا بیا آقا بکنه رو بابا چه خبر اینجا اینجا چه خبر صف رو میبینی گوش شما رو باید گوش شما رو خدا حالا شما بیاییم ما عکس اون بگیریم. بعد تو وسط عکس دفعه ما فهمیدم ما ایرانی سینما در اونجا گفتن که از شما هم امضا بگیریم. بیانیه مجازی نشه دوستای ما هم قاطی کرد آقا قاطی کرد چند نیستی کلوف وارشون کرد. چی گفت؟ بابا خجالت بگیشی کسی که مملکت چی بفروشه ناموسش هم میفروشم آزاد چشم روز بعد ندونه دعوا گرفت بلا اینا یقه تو یقه شدن یارو خبرنگاری که بود گزارشگرشون بگم کرد چون که از ما فیلم گرفتن یه سری جماعت هم اومدن جدا کردن ما ها. یه راننده تاکسی هم بود که میگفت تاکسی اینترنتی پاییز کار میکنه اون هم اومد کمک ما رو از هم جدا کرد. آقا
شاکی شدی چی مرد حسابی جمع شدن یه مش آدم بدبخت بیچاره آواره بی سواد چی میگه آقا وقت شما تو نباید هرس میخوردی چرا هستم من ایرانیم چرا هرس نخورم افشین حرف سیاسیش چی بود؟ با کیا بود؟ با کنون طرفی ها بود؟ سهر سیاست نبود آقا میگفت چیزی که داشت سردرمی رو داشت اصلا حرف نزد بعدش چی شد؟ هیچ آقا این زمان لامصب چرخید گفت کشتمونه ای کاش لال میشدمونه میگفتم کشتمونه دوستا برگشت گفت آقا بریم یه رستوران پا تو راننده های ایرانیه میریم اونجا شام رو میزنیم بعدش هم میریم هم با همون راننده ایرانیه؟ آره آقا اونم گفت من میام با شما شام میزنم و خودم میرستونم میتونم هم با رفتیم یه سوان میچستیم غذا رو سفارش دادیم دوستا گلاب براتون رفت دستشیم چیفش هم به ما سپرد که حواسمون بهش باشه آقایی که شما باشی پنج دقیقه شد نیمد ده دقیقه شد نیمد یه روب شد نیمد غذا رو بردن داشت سرد میشد که پاشو دارم نفیم دستشیم دنبال آقا هرچی گشتم پیداش نکردم بیرون رستورانم از گشتم پیداش نکردم رفتم سراغ راننده ایرانی و گفتم آقا بیا کمک کن استامون پیدا کنیم با اونم گشتیم پیداش نکردم به پلیس خبر ندیدی؟ پلیس زنگ زدن اون تا پلیس هم از ماست کاری بکنه رستوران دوربین مدار بسته نداشت اصلا دوربین مربی نداشت یه دوربین داشت برای سر صندوق همین خودت فکر میکنی واسه اوستا چه اتفاقی افتاد نمیدونم ولی جالب ماجرا این بود که وقتی مامورا رفتن کیف مدارک اوستای ما هم گمگور شد یعنی اون راننده راننده بدبخت که پای من دوید از من هم بیشتر جوش میزد آخر وقتم دید آقا پیداش نمیکنی ما رو برد گذاشت انبار ببینم به نظر گم شدن اوستا ربطی به اون درگیری دم برجاش یعنی به خاطر چهار تا نیچار میزن یه برنده بدلخت و نیست اوستای ما رو ناکار میکنه اصلا به نظر شما جور در میاد یعنی تعقیب همون کردن؟ نه رسوندنتون ای راننده ای ناکر من داره دیگه ندیدی؟ اتفاقا اون شبی که ما رو برد رسون گفتم شمارت ما بده تو فرانسویت فوله داداش ما بریم همدیگه اوستا رو بگردیم پیدا کنیم شماره رو ما دادا ولی تلفنش ناکس خاموش بود ما هرچی گرفتیمش گفت خاموشه شماره رو نداری؟ نمیدونم باید بگردم تو لوازم شاید پیدا کنمش نمیدونم بعدش چیکار کردی؟ هیچ دیگه ما 20 روز تو فرانسه موندیم. هر چی گشتیم اینور اونور پیداش نکردیم که نکردیم. دیگه بار داشتم دیگه دارم میگشتم ایران. اومدم ایران. رفتم سراغ آقاش. بنده خدا رو برداشتم بردم فرانسه. دو هفته اینور اونور میگشتیم. هر جا میرفتیم بازم هیچ خبری نبود چه نبود. اشاره باباش. حیوان صبح میرفتم نصف شب میشست تو رستوران. که شاید فرجی بشه. اما خبری نشد که نشد. ما هم برگشتیم ایران. آخه همیشه برگشتیم بعد یه چند وقت آقاش دیگه کرد مرد. خدا رحمتش کنه میامرسم بریم بفرم تشریف داشتن آقا